بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار در ایران و طرح اتهامات سنگین علیه آنها باعث اعتراض اهالی رسانه شده. این اتهامات نگرانی درباره نوعی سناریو نویسی احتمالی برای این روزنامه‌نگاران را مطرح کرده. در برنامه امشب از وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی در اعتراض‌های اخیر می‌گوییم. سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. بیانیه مشترک دو نهاد اطلاعاتی یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران خبر از سناریویی می‌دهد که نهادهای امنیتی برای روزنامه‌نگاران در پی پوشش اعتراض‌های اخیر چیدند. در این بیانیه اتهامات سنگینی متوجه دو خبرنگار روزنامه‌های شرق و هم‌میهن شده که گفته شده اولین کسانی بودند که مرگ و مراسم تشییع مهسا امینی را پوشش دادند، گرچه این روایت توسط خبرگزاری‌های دیگر در داخل و خارج از ایران رد شده، اما اتهاماتی همچون همکاری و وابستگی به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و آموزش دادن این روزنامه‌نگاران توسط آنها نگرانی‌های بسیاری برانگیخته. از جمله 300 روزنامه‌نگار در داخل ایران دیروز هدف این بیانیه رو کور کردن چشم‌های جامعه خواندند و خواستار آزادی این روزنامه‌نگاران شدند. عدم دسترسی این روزنامه‌نگاران به وکیل و انتشار چنین اتهاماتی پیش از برگزاری هر گونه دادگاه با چه نیتی انجام می‌شود؟ ارعاب روزنامه‌نگارانی که در رسانه‌های قانونی در داخل کشور به مسئولیت حرفه‌ای خودشون مشغول هستند با چه هدفی صورت گرفته؟ در این برنامه بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد با دو مهمان، مازیار بهاری خبرنگار و مدیر مسئول وبسایت خبری ایران وایر که از لندن به ما پیوسته و تارا سپریفر پژوهشگر حقوق بشر در سازمان دیدبان حقوق بشر از واشنگتن. ممنون از هر دوی شما که وقت گذاشتید و به ما پیوستید. آقای بهاری، میخوام اول با شما شروع بکنم. شما تجربه مشابهی دارید. سال 88 شبیه همین خبرنگارانی که امروز دستگیر شدن، شما هم دستگیر شدید و با اتهامات مشابهی متوجه شما شد. کمی به اون بگید که شرایط این خبرنگارانی که امروز بازداشت شدن، به خصوص این دو خبرنگار روزنامه شرق و هم‌میهن چگونه است؟ اونها چه شرایطی رو الان دارن تجربه میکنن؟ راستش من نمیدونم دقیقاً چه شرایطی رو تجربه میکنن، چون شرایط افراد مختلف با هم فرق میکنه، اما وجه مشترک تمام خبرنگارهایی که دستگیر میشن اینه که به این دلیل دستگیر میشن که کارشون رو انجام دادن. یعنی شما وقتی که بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سپاه میخونید، میبینید که تنها اتهامی که این خبرنگارها دارن اینه که کارشون رو انجام دادن. و همونطور که بازجوی من توی زندان به من گفتش، یعنی خیلی راحت اومد برخورد نظام جمهوری اسلامی با خبرنگاری رو برای من تعریف کرد. گفتش که جاسوس ها خبر جمع میکنن و برای پخش خبر پول میگیرن، خبرنگارها هم خبر جمع میکنن و برای پخش خبر پول میگیرن، بنابراین خبرنگارها جاسوس هستند. یعنی این منطق خیلی بدوی، خیلی ابتدایی و خیلی غلط در سراسر نظام جمهوری اسلامی ریشه کرده. و من بازجویی که داشتم، خب یکی از مقامات اطلاعات سپاه بود و همین صحبت رو من قبلا از مامورین وزارت اطلاعات هم که هر از گاهی ما رو بازجویی می‌کردن شنیده بودم. یعنی این برخورد، و متاسفانه من نمیدونم خانم این دو همکار ما در چه وضعیتی به سر میبرن، اما به احتمال قوی تحت فشار هستند که اعتراف کنند که جاسوسی کردند، همونطور که من و بقیه دوستانم تحت فشار بودیم، تحت شکنجه روحی و جسمی بودیم که باید اعتراف میکردیم که جاسوسی کردیم برای کشورهای متخاصم. وقتی نگاه به اون بیانیه میکنیم، از جمله اتهاماتی که برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی مطرح شده اونجا این هست که وابسته هستند و همینطور آموزش دیده سرویس‌های اطلاعاتی، و این بیانیه گفته که اعتراض‌ها هم توطئه سرویس‌های خارجی است. خانم سپیفر، وقتی که این بیانیه رو می‌خونید و این اتهام‌ها، پاسخ شما چه هست به اونا؟ ببینید، وقتی اصرار وجود داره که مسئله فهمیده نشه، بیش از 45 روزه که ایران
شاهد اعتراضات سراسری بوده و وقتی برخورد دو نهاد اصلی امنیتی در طرح صورت مسئله چیزی که ما می‌بینیم، نمیشه جز این فکر کرد که اصراری وجود داره که مسئله اساساً فهمیده نشه و در واقع از راهکارهایی که مسئولین حکومتی ایران ید طولایی در استفادهشون دارند دوباره استفاده بشه، اون هم گرفتن انگشت اتهام به سمت خبرنگاران و فعالینیه که علارغم تمام محدودیت‌ها و خطراتی که براشون وجود داره در داخل کشور، دارن سعی میکنن وظیفه آگاهی رسانی و اطلاع رسانی رو بر عهده بگیرن. همونطور که مدیران مسئول مجموعه شرق و هم‌میهن هم گفتند و همکاران این دو خبرنگار هم تایید کردند، کاری که این دو روزنامه نگار انجام دادن چیزی جز انجام وظیفه خبرنگاریشون نبوده، انتشار اخباری مبنی بر هر گونه سوء رفتار مسئولین، پلیس، نهادهای امنیتی جزء لاینفک وظایف یک خبرنگار هستش. اینکه در شرایطی که این دو خبرنگار از حقوق اولیه‌شون تحت بازداشت محروم هستند، دسترسی همونطور که شما اشاره کردید به وکیل نداشتند، نهادهای اطلاعاتی چنین روایتی رو منتشر می‌کنن، چیزی جز سناریو سازی و طرح تلاش برای ارعاب جامعه مطبوعاتی داخل نداره و خب این بسیار جای نگرانی هستش. مقامات قضایی و امنیتی ایران دهه هاست که جنبه های مختلف کار روزنامه نگاری، هر گونه ارتباط با نهادهای فرهنگی، دانشگاهی و جوامع مدنی در خارج از کشور رو به عناوین مختلف سر کردن که جرم انگاری بکنن و کیس های بیشماری وجود داره که افراد به صرف داشتن رابطه معمولی هم در موردشون محکومیت صورت گرفته. فقط به عنوان مثال یک کیس اخیر رو عرض بکنم، در پرونده فعالین محیط زیستی یکی از این فعالین نیلوفر بیانی به تسهیل مال نامشروع و رد مال محکوم شده به دلیل اینکه در برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد کار میکرده. یعنی شما ببینید این جرم‌انگاری هر گونه ارتباط با خارج از کشور، برای از اینکه من اساسا اطلاعاتی راجب این دو روزنامه نگار و سابقه فعالیت و ارتباطاتشون ندارم، ببینید این دامنه جرم‌انگاری تا چه حد گسترده هستش که ساده ترین فعالیت و ارتباطی رو هم در این سالها جرم‌انگاری شده و به خاطرش افراد بازخواست و محکوم شدند. آقای بهاری، یک هشتگی رو فکر میکنم شما و دوستانتون با توجه به تجربیاتتون راه اندازی کردید اون موقع با عنوان روزنامه نگاری جرم نیست، که خیلی جالب سر از روزنامه های ایران هم حالا در آورده همون مطلب، با توجه به اتفاقی که برای این دو روزنامه نگار و اون 40 روزنامه نگاری که در طول این 45 روز گذشته دستگیر شدن، تعدادی از اونها آزاد شدن، الان گفته میشه نزدیک 13 نفر همچنان در بازداشت هستند. خیلی حرف و حدیث شد از طرف همکاران خود این دو روزنامه نگار در داخل ایران که این دو نفر نبودند که اولین بار این خبر رو پوشش دادند، یا حداقل یکی از اونها گفته شد که اول روز فراز دیلی بوده که اون رو منتشر کرده و شرق هم به واسطه با همونها به نقل از اونها منتشر کرده. اصولا حتی اگر خود اونها بودن که اول منتشر کردن، گناهی متوجه اونهاست؟ ببینید، همونطور که ما دیروز هم توی ایران وایر منتشر صحبت کردیم در مورد این، شبی که مهسا امینی رفت بیمارستان چند تا توییت منتشر شد، چند تا استوری اینستاگرام منتشر شد که شخصی بعد از اینکه رفته در حقیقت گشت ارشاد گرفته چون رفته وزرا، به بیمارستان منتقل شده. فردای اون روز ما از یکی از بعدش فردای اون روز فکر کنم که یه نفر نوشتش که رفته بیمارستان کسرا و ما با یکی از منابعمون در ایران که قبلا در نیروی انتظامی کار میکرده و الان دیگه کار نمیکنه صحبت کردیم و خواستیم که این مورد رو تایید کنه. این منبع رفتش بیمارستان، مورد رو تایید کرد و
در ضمن تونستش که شماره تلفن برادر مهسا امینی رو بگیره و به همکار ما آیدا قجر بده. آیدا زنگ زد به برادر مهسا امینی. ما برای اولین بار اسم مهسا امینی رو در ایران وایر منتشر کردیم. برادر مهسا در ضمن دو تا عکس هم فرستاد که ما در عکس مهسا هم در ایران وایر منتشر کردیم. اما من این چیزایی رو که میگم به این دلیل نیستش که ما مسابقه گذاشتیم که کی زودتر خبر رو منتشر کنه. من به این دلیل میگم که اصلا هیچ این که ایشون خانم حامدی اولین بار این خبر رو منتشر کردن درست نیستش. اما به گفته شما هم درسته که حتی این خبر رو اولین بار هم که منتشر کردن، به قول خانم سپهریفر واقعا این تنها وظیفه خبرنگاریشون رو انجام دادن و نمیشه گفتش که جرمی متوجه اونا باشه. اما همونطور که من قبلا هم گفتم، کلن نگاه نظام جمهوری اسلامی به مفهوم اطلاع رسانی، به خبرنگاری، یک نگاه پر از سوء ظن هستش و هر خبرنگاری رو مجرم میدونن. و در ضمن افرادی که در رأس مقامات اطلاعات در سازمان اطلاعاتی ایران هستند، خودشون رو قاضی و در حقیقت دادستان هم میدونن. من بازجویی من به من گفتش که در زندان که من سیستم عدالت در ایران بازجو محوره. این یعنی چی؟ یعنی که من هر کاری که دلم بخواد با تو میتونم توی زندان بکنم و بعدم به قاضی، یعنی یه قاضی مثل قاضی صلواتی که قاضی ما هم بود، میگم که چه حکمی به تو بده. و متاسفانه این نگاه پر سوء ظن، این پارانویایی که جمهوری اسلامی از اطلاع رسانی و خبرنگاری داره، در تمام سطوح کشور از کسی که در وزارت ارشاد کار میکنه و مجوز میده تا قاضی تا بازجو و شخص رهبری نظام جمهوری اسلامی وجود داره و همه اونها از اطلاع رسانی میترسن. و به دلیل اینکه واقعا جوابی برای این اعتراضات ندارن. این اعتراضات ما هممون در حقیقت شگفت زده شدیم که این اعتراضات 45 روزه که ادامه داره. همه ما، خیلی از کسایی که در داخل ایران هم بودن، فکر میکردن که این اعتراضات مثل اعتراضات قبلی شاید مثلا 4 روز 5 روز یک هفته طول بکشه و تموم بشه. اما میبینیم که اعتراضات با انرژی، با خواسته های مشخص مردم، 45 روزه که طول کشیده. و جمهوری اسلامی به جای اینکه دنبال جواب این اعتراضات بره، داره در حقیقت پیام رسان‌ها رو که خبرنگار هستن اونا رو دستگیر میکنه. و همونطور که خودتون هم گفتین، به غیر از این دو همکار ما که در ارتباط با مهسا امینی دستگیر شدن، حدود 50 خبرنگار دیگر هم دستگیر شدن. اینا خبرنگارهای حرفه‌ای هستن. حالا شهروند خبرنگارها رو که بخواید حساب بکنید، حتما رقم از 100 بالا میزنه. خانم سپهریفر، آقای بهاری گفتند حاکمیت دچار پارانویا یا یک سوء ظن نیست نسبت به خبرنگارها، و این به نظر می رسه که هرچه دهه به دهه، هرچه که گذشته، این شرایط بدتر هم شده. دست کم در سال 88 یا سالهای بعد از اون شاهد این بودیم که خبرنگارها اجازه پخش خبر یا نوشتن روایتهای خودشون رو از شرایط موجود داشتن، ولی امروز غیر از دو خبرگزاری نزدیک به حاکمیت، خبرهای مربوط به این اعتراض‌ها رو در دیگر رسانه‌ها کمتر میشه دید، یا اگر هست به نقل از اونها شما این رو میبینید. این به نظر شما به چه معناست؟ جامعه خبری ایران دچار چه شرایطی شده؟ ببینید، امروز در مقایسه با سال 88 و دهه‌های قبل، راه‌های دسترسی به ارتباطات بسیار گسترده تر شده و این حقیقت جهانی، ربطی به ایران لزوماً نداره. و من فکر می‌کنم که حکومت سعی کرده در دهه‌های مختلف با تدابیر متفاوت کنترل جریان اطلاعاتی رو به دست بگیره. منتها الان با وجود شبکه‌های اجتماعی، با وجود رسانه‌های مختلفی که در خارج از کشور فعال هستند، با بحران کنترل مجرای اطلاعاتی مواجه هستش و
به خاطر رویکرد امنیتی که اساساً به مسائل اجتماعی، اساساً به حقوق بشر و حقوق شهروندی در ذاتش داره، به جای اینکه به این نتیجه برسه که در یک جریان آزاد تبادل اطلاعات حقیقت و مسئولیت پذیری در نهایت پیروز خواهد شد، داره سعی میکنه از طرق مختلف این جریان ها رو کنترل بکنه. یکی از تاکتیک هایی که به کرات و هرچی هم ما جلوتر میریم بیشتر داره استفاده میشه توسط نهادهای امنیتی اطلاعاتی و رسانه ها و مراکز فرهنگی وابسته به اونها، انتشار روایت های مقشوش و در واقع تولید محتوا برای مقابله با روایت هایی هستش که اونها فکر میکنن روایت نامطلوبشون هستش. و خب در این مقطع هستش که وظیفه روزنامه نگاران وظیفه بسیار خطیری هستش، برای اینکه در جایی وایستادن که چشم بینای جامعه هن و بازتاب میدن و اونها تبدیل میشن به مانعی برای این کنترل جریان اطلاعات که سیستم سعی داره که هرچه بیشتر تحت کنترل خودش قرار بگیره. استفاده خیلی متداول و رایج‌تری از واژه‌سازی برای قلب موضوع هم چیزیه که به شدت خودش رو نشون میده. این مسئله کشته‌سازی که در واقع یکی از روایت‌های اصلی برای فرار از مسئولیت پذیری در قبال پاسخ خشونت‌بار و مرگبار در واقع به اعتراضات بوده، اینکه مهسا ژینا امینی مشکل پزشکی داشته، اینکه اگر سارینا کشته شده، اگر کودکان دیگه کشته شدن، یک روایتی که اطلاعات مقشوشی از حقیقت و قلب واقعیت هستش برای کنترل افکار عمومی منتشر میشه و همه اینها هدفش در واقع به دست گرفتن جریان اطلاعاتی و محدود کردن اونه. اما فکر میکنم اتفاقی که در عمل میفته اینه که بیش از پیش توخالی بودن استفاده از این واژه ها رو نشون میده. به عنوان مثال آقای اژه‌ای در اوایل اعتراضات و برخی دیگه از مسئولین اصرار دارند که بگن که بین اعتراض مسالمت‌آمیز، بین فعالیت مدنی و مسالمت‌آمیز و اون چیزی که اونها اغتشاشات میخونند و حالا نامی هستش که مسئولین دادن، نامی نیستش که بقیه و ما و نهادهای حقوق بشری ازش استفاده بکنن، تفاوت قائل هستن. اما وقتی که نگاه میکنید میبینید که روزنامه نگاران و فعالین مسالمت‌جو از اولین کسانی بودن که توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدن در روزهای آغازین اعتراضات و در واقع اونها کسانی هستن که در یک جامعه آزاد، در یک جامعه سالم، پل‌های ارتباطی و چشم و گوش بیدار جامعه هستن و میتونن پلی باشن برای مطرح کردن اعتراضات، برای فراهم کردن بستر گفتگو. و این کاملا نشون میده که استفاده از همون واژه ها هم تا چه حد توهی از معنا شده و این میگم همش هدف برای کنترل یک جریان اطلاعاتیه که با توجه به افزایش راه‌های ارتباطی به نظر من روز به روز هم ناموفق‌تر در اقنای جامعه و ما بازخوردش رو در شک و تردیدی که در عموم جامعه در قبال این روایت‌ها وجود داره می‌بینیم. دقیقاً به لحاظ اجتماعی به نظر می‌رسه که مرجعیت خبری به جاهای دیگه منتقل شده کاملا. آقای بهاری، امروز با یک خبرنگار در ایران صحبت میکردم و او با نگرانی از وضعیت این دو خبرنگار میگفت کاری که حاکمیت داره میکنه اینه که همین که مرجعیت خبر منتقل شده به شبکه‌هایی که در لندن، شبکه‌های خبری که در لندن هستن یا سوشال میدیا که عملا هیچ نظارتی روی اون وجود نداره. هر عقل سلیمی در نهایت پی میبره به این که شاید همین خبرنگاران کسانی باشن که باید واقعیت رو برای مردم در داخل ایران، اگر فکر میکنیم روایت دیگه وجود داره، باید بدن. به نظرتون حاکمیت گذشته از این مسئله کلن؟ یعنی دیگه براش اصلا اهمیتی نداره که این روایت ها رو کسی باور میکنه یا نه؟ ببینید، جمهوری اسلامی یک حکومت دیکتاتوری قرن بیستومیه که داره در قرن 21 فعالیت میکنه. قرن 21 از چه نظر؟ جمهوری اسلامی میدونه که چجوری روزنامه ها رو ببنده، میدونه که چجوری با امواج رادیویی مقابله بکنه، اما وقتی که به شبکه های اجتماعی، توییتر، فیسبوک، وی پی ان های مختلف میرسه، عاجزه، نمیدونه چی کار بکنه.
اما سعی میکنه که از همون طریق سیستم قرن بیستمی که داشته، که اوایل انقلاب تعداد زیادی از روزنامه ها رو سرکوب کردش، آیندگان رو بست، بسیاری از روزنامه‌نگارا رو دستگیر کرد، از همون طریق با شبکه‌های اجتماعی هم برخورد بکنه، که مشخصه که این روش شکست می‌خوره. و در ضمن حکومت جمهوری اسلامی ذاتاً حکومت ولایت فقیه با جریان آزاد اطلاع رسانی متضاد هستش. یعنی وقتی که شما کسی رو ولی خودتون میبینید، یعنی کسی که میتونه روی زندگی شما حکومت داشته باشه و به شما بگی که چیکار بکنه، بنابراین جریان آزاد اطلاع رسانی که بتونه اون ولی رو تحت سوال ببره محکومه در اون جامعه. خب حالا ما حدود 42 سال بعضیا امید داشتن، از جمله خود من امید داشتیم که این سیستم بتونه اصلاح بشه، به افراد مختلف رأی دادیم که امید داشتیم که این سیستم ولایت فقیه بتونه یه جورایی اصلاح بشه، اما این نسل جدید دیگه با اون ایدئال‌های نسل ما و نسل قبل ما آشنایی ندارن و مرگ بر دیکتاتور میگن، فوشای رکیک به حاکمیت میگن و کلن کل حاکمیت رو زیر سوال کشیدن و میگن که این حاکمیت مطلقاً ما نمیتونیم، از ما نمیخوایم ولی داشته باشیم، ما میخوایم به زن زندگی و آزادی، حکومتی میخوایم که به زن زندگی و آزادی احترام بذاره. بنابراین وقتی یک خبرنگاری بیاد این خواسته ها رو منعکس بکنه، وقتی که این خواسته ها در شبکه های اجتماعی مطرح بشن، مشخصه که حکومت سعی میکنه که این خواسته ها رو سرکوب بکنه، این اطلاع رسانی رو سرکوب بکنه و متاسفانه این نبردی که بین حکومت و جریان آزاد اطلاع رسانی شروع شده و شدت پیدا کرده، تعدادی قربانی خواهد داشت که متاسفانه بعضی هاشون همکاران ما هستن، بعضی هاشون شهروندهای عادی هستن، اما حکومت اگر کمی درایت داشته باشه میدونه که باید متوجه بشه که این نبردی که با جریان آزاد اطلاع رسانی داره منجر به شکست میشه و مثل همه حکومت‌های دیکتاتوری قبلی، و امیدوارم که بتونن راهشون رو عوض کنن، اما متاسفانه من فکر کنم که این امید من واهی هستش. خانم سپهری به نکته اشاره کردن آقای برهان، این که برها زن زندگی آزادی، و نکته جالب هم این هست که این دو خبرنگاری که امروز در بیانیه این دو نهاد اطلاعاتی اسمشون میاد هم زن هستن، و خیلی ها فکر میکنن یکی از دلایلی که این دو اینطور مورد هدف قرار گرفتن زن بودن اونها باشه. شما که در نهادهای حقوق بشری فعال هستید و دارید کار میکنید، چه کاری میتونید برای اینها بکنید و تا اینجا چه فعالیت هایی انجام دادید؟ من فکر میکنم که کسانی که امروز بخشی از این جنبش هستن، بدون اینکه بخوام خواسته های جنبش رو جز چیزی از زبان خودشون بگم، به خوبی متوجه هستن که زن زندگی آزادی و نبود اون یک مسئله و یک موزل سیستماتیکه در ایران کنونی. زنان 14 هست که به طرق مختلف علیه جوانب مختلف تبعیض، تبعیضات قانونی و تبعیضات فرهنگی که به پشتوانه قانون داره اعمال میشه روی زندگیشون مبارزه میکنند و همواره تحت شدیدترین فشارها هم راه‌های خلاقانه پیدا کردند که نشون بدند کجا میستند و درخواست هاشون چیه. این دو خبرنگار جوان ایرانی بخشی از بدنه جنبش زنان و بدنه خبرنگاری ایرانی که علارغم تمام سرکوب‌ها و رنج‌هایی که کشیده، همچنان راه‌های بسیار خلاقانه‌ای پیدا کرده که تحت شرایط سخت به این راه ادامه بده. وظیفه‌ای که ما و بقیه نهادهای حقوق بشری فکر می‌کنم برای خودمون قائل هستیم، بازتاب
وقایع در ایران، مستند کردن جوانب مختلف سرکوب، از سرکوب مرگبار خیابانی تا سرکوب خبرنگاران تا جنبه‌های مختلف تبعیض، و برجسته کردن صداها و تلاش‌های افرادی که علارغم تمام این مخاطرات دارن این کار رو ادامه میدن. برای جلب حمایت جهانی هم تلاش‌هایی که ما می‌کنیم صرفاً معطوف به تلاش‌های نهادهای بین‌المللی نیست، کما اینکه اون نهادهای بین‌المللی و کشورها یکی از در واقع جنبه‌های اصلی این تلاش‌ها هست. ما تلاش می‌کنیم که حمایت جنبش‌های پیشرو اجتماعی رو هم برای حمایت از خواسته‌های به حق مردم ایران جلب بکنیم، و من فکر می‌کنم تلاش برای جلب حمایت‌های جنبش‌های پیشرو کشورهایی که نه فقط کشورهای غربی که عموماً در زمینه حقوق بشر در ایران بیشتر صحبت می‌کنم، و کشورهایی که از نظر جیوپالیتیکس و مناسبات سیاسی در کمپ‌های غیر از کمپ غرب قرار می‌گیرن هم بسیار اهمیت داره. و فقط جمله‌ام رو تمام کنم که من فکر می‌کنم این اون جاییه که برای دولت ایران استفاده از صحبت‌های مثل استانداردهای دوگانه بسیار سخت‌تر خواهد بود. خانم سپهر، وقت زیادی نداریم، من فقط میخوام ازتون بخوام که به عنوان توصیه‌ای که به خانواده‌های این خبرنگاران بازداشتی در حال حاضر دارید چه هست؟ خیلی سریع اگه بفرمایید. من فکر می‌کنم تجربه نشون داده که سکوت خیلی جواب نمیده، برای همین تا جایی که ممکنه از خانواده‌ها، همکاران، نهادهای صنفی و مطبوعاتی ما درخواست میکنیم که اطلاع رسانی راجع به وضعیت بازداشتی ها رو انجام بدن و ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم که منعکس کننده باشه. آقای بهاری، 30 ثانیه وقت داریم، بفرمایید. به نظر من درسته، باید اطلاع رسانی کرد. اکثریت کسانی که قربانی شدند در نظام جمهوری اسلامی افرادی بودند که در موردشون اطلاع رسانی نشده، و اکثریت کسانی که نجات پیدا کردن از زندان‌های جمهوری اسلامی افرادی بودند که در موردشون اطلاع رسانی شده و اطلاع رسانی تنها راهکار. ممنونم از شما، مازیار بهاری، خبرنگار و مدیر مسئول وبسایت خبری ایران، و تارا سپهری‌فر، پژوهشگر حقوق بشر در سازمان دیدبان حقوق بشر با ما. و ممنون از شما که در این برنامه با ما بودید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود.